ویدیوی امروز راجع به RPOه. ما چطور میتونیم RPO رو بگیریم، چه فایدهایی داره، چه سودی داره، چه طول میکشه، چه مدارکی نیازه، کجا اقدام کنیم، چطوری اقدام کنیم و غیره. سلام عرض میکنم خدمت دوستای خودم، عزیزای خودم، کسایی که لطف کردن اومدن و میخوان این ویدیو رو ملاحظه کنن، و اون عزیزایی که تازه به این کانال اضافه شدن، به اونا سلامو گرم‌تر میکنم. چرا؟ چون که باقی عزیزان رو ما از قدیم میشناسیم، باشون ارتباط داریم و اینا. خیلی خلاصه یه مروری میکنم کلن بر گرفتن حالا اقامت روسیه. ببین، اقامت روسیه به این صورته: اول که شما میاین نیاز RPO رو بگیرین. RPO ترجمهش میتونم کنم واسه تون. RPO این میشه اقامت موقت. بعدش ما چی داریم؟ اقامت موقت حالا ممکن 3 ساله باشه، اینطوری. اقامت دیگه ای داریم. RPO کلا مخففه، مخفف رازشن اینا، ورمی پروژوانی. بعدش چی داریم؟ بعدش وید داریم. وید ناجیتستان. این حالا حالت اقامت دائم داره. یه چیزی شبیه پاسپورت به شما میدم، ولی بازم پاسپورت است، اقامت دائمه. و بعدش چی داریم؟ پاسپورت روسی داریم. بعد از پاسپورت روسی هم زگران پاسپورت داریم. یعنی پاسپورت که میشه حالا باش پرواز کرد از این داستانا. این شد 4 تا حالا مدل به ترتیب تا گرفتن پاسپورت حالا زگران پاسپورت، پاسپورت حالا که میشه باش مسافرت کرد و غیره. این پاسپورتی که بهتون گفتم باز اقامت دائم میشه گرفتش، اون حالت چی داره؟ حالت شناسنامه ای ما داره. و اون پاسپورت آخری انگار همون گذرنامه مالن داره. RVP کلا مدلای مختلفی میشه گرفتش. همونطور که میدونیم ما پاسپورت روسی و مدلای مختلفی میتونیم بگیریم، RVP هم با مدلای مختلفی میتونیم بگیریم. مثلا از طریق ازدواج، از طریق کووتو، یعنی تو آمریکا یه حالتی هست، حالت چی بشن تو آمریکا سالانه، یا اگه اشتباه نکنم میگم هیچ اطلاعاتی راجع به آمریکا ندارم، ولی یه لاتاری برگزار میشه، مردم شانسشون امتحان میکنن، یا این کووتو من براتون طوری ترجمه میکنم. و حالا مدلای مختلف. این اواخر روسی امکانی اومده گذاشت، امکان گرفتن RVP و اقامت موقت برای مثلا دانشجوها، به این صورت که دانشجو حالا سال اول، دوم، سوم، چهارم هر سالی هست میتونه درخواست بده و اینو بگیره. مدتش هم هست تا طول دوران تحصیل به علاوه مثلا یه فکرم 6 ماه هم اضافه تر. این حالا یه توضیحات. الان دارم قهوه‌ام رو میزنم، شما هم قهوه‌تون رو آماده کنین. من از سر کارم یه ذره زودتر رو بدم که فرصت کنم این ویدیو رو واسه شما عزیزان درست کنم. مثلا شما هم قهوه‌تون رو آماده کنین تا بریم راجع به ادامه این موضوع و مدارکش حرف بزنیم. اگه تا الان سابسکرایب نکردین، خیلی کار بدی کردین، حتما انجامش بدین. چرا؟ چون که مطالبی که تو این حالا صفحه میذارم معمولا یا راجع به اقامت، یا راجع به زبان روسیه، یا راجع به روسیه است، یا راجع به پزشکی، واسه همین به دردتون میخوره، ضرر نداره. خب بریم سراغ مدارک. چه مدارکی میخواد؟ من عکس مدارک و مدارک دقیقی که لازم RPO میخواد و گرفتم براتون میذارم روی این ویدیو، و الان خودم براتون ترجمه فارسیشو میخونم. یه توضیح خیلی 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 ریزی هم میدم که وقتی ویدیو خیلی گرفته نشه، ویدیو تخصصی قرار نیست باشه، قراره به کلیات داستان چیز کنه که شما اصلا ببینید این به دردتون میخوره، بریم پیشو بگیرین، نریم پیشو بگیرین یا نه. خب من اینجا چند تا رو نوشتم و الان براتون میخونم. ببینین، اولین چیزی که نیاز دارین شما همون مدارک روتین هر روز که میرین برای تمدید ویزا هست، همون رو مد نظر بگیرین. و حالا من براتون بازم میخونم، ببین همون رو مد نظرتون باشه، فوقش چند تا اضافه دارین. شما چیزی که نیاز دارین پاسپورت، تمام صفحاتش، همونا که واسه ویزاتون میخواین، به علاوه ترجمه پاسپورت شما، از پاسپورتتون یه ترجمه میدین توی نسخه که کلن بدین به این اداره مهاجرت. این شد از پاسپورت و ترجمه پاسپورت. توی دو سری، چیزی که میگم توی دو سری کپی میگیریم، به علاوه اصلش که بعد اصلش هم باید ببریم. پس چیزی که الان نام میبرم همه کپیاشون دو سریه، به اضافه اصلش هم که بعد اصلش هم میبرین نشون میدین به حال اون اداره مهاجرت. خب
قشنگ ورقه که دارم مهر چیزمون خوره مهر بیمارستان مهر خوره اون ورقه چک نمیسن. خلاصه موزه بعدی مداسموتر، مداسموتر که شما سالانه میری مداسموتر رو انجام میدیم. خب تو مداسموتر سه تا ورقه به شما داده بودن دیگه یادتون باشه، اون سه تا ورقه هم میبرین، کپی هاشم میبرین. یه چیزی رو همون اول دقت کنیم، وقتی اون ورقه رو میبرین نام و نام خانوادگیتون، شماره پاسپورتتون، همه چیزتون کامل باشه لطفاً. چرا؟ چون که شما نوبت دهی اونجا یه ذره سخته، واسه همین اگه یه اشتباه کوچیک حتی تو نام نام خانوادگیتون ببینن شما رو برمیگردن میگن مثلا برین اینو اصلاح کنین دوباره برگردین، برین اصلاح کنین و برگردین، و این بده. چرا بده؟ جلوتر بهتون میگن چرا وقت خیلی مهمه. پس مداسموتر هم کپی میکنین میبرین. حالا اونجا از آزمایشاتون هست، آزمایشی که دادین واسه ویچ اینفکس، از مثلا گپاتیت ازتون گرفتم فکر کنم، همه اونا هم میبرین. پس مداسموتر هم بهتون گفتم. یه چیزی دیگه هست روسا بهش میگن ENN، اونم حالا من داشتمش، احتمالا شما باید داشته باشینش. چیزی دیگه که مهمه سنیلسه. سنیلس مخفف کلمه خیلی بزرگتره که حالا اگه براتون جالبه برین سرچ کنین راجبش بیشتر بخونین. سنیلس کجا میشه گرفت؟ مای داکومنت که سمت کامسومورسکای هست، اونجا میشه درخواستش رو بدین. من از اون رو گرفتم، البته خیلی قدیم، شاید موقعی که اومدم روسیه زمان خیلی قدیم تر گرفتمش. 4 قطعه عکس میبرین، میگراسیون کارت رو کپی میکنین تو دو نسخه، میبرین رگستراتسا رو کپی میکنین تو دو نسخه، میرین حالا برای چیز گاسپوشلین بهش میگن پول پرداخت میکنین. فکر کنم من یه چیزی حلوش مبلغ 1600 2000 یادم نیست پرداخت کردم، همون چیزی که واسه ویزا هست یه مبلغی پرداخت میکنین، اینم با یه مبلغ واسهش پرداخت کنین. به علاوه زاولنیا باید بنویسین که مثلا درخواست بدین که آقا من میخوام این حالا پروسه رو طی کنم و همچین درخواستی میخوام بدم که مثلا ایرپور به من بدین. باز میگم شما وقتی میخواین اینو انجام بدین همون موقع زاولنیا رو، یعنی این تخصصی تر میشه، شما این ویدیو رو تا آخر ببینید اصلا تمایلی بهش نداشته باشین، واسه همین خیلی نمیخوام تخصصی حرف بزنم، یه زاولنیا باید بنویسین. بعد اسپرافکا باید بگیرین، دو اسپرافکا باید بگیرین، دو تا اسپرافکا چیز مختلف که من اون عکسی که براتون میذارم شما اونجا دقیقاً نوشته چه اسپرافکای شما دقیقاً نیاز دارین که از دانشگاه باید اون اسپرافکا رو بگیرین. موضوع بعدی که برای خودم یکی از مهمترین موضوع بود عدم سوء پیشینه است که باید از سفارت ایران بگیرین. ببین عدم سوء پیشینه یه ورقه‌ای که مثلا گواهی میده آقا شما سابقه ندارین، یا مثلا سابقه دارین ولی مثلا سابقه ندارین، مثلا من برای خودم بود آقا این طرف سابقه نداره از سفارت گرفتنش، این ورقه مشکل داره مثل تمام ورقای اداری دیگه، این تاریخ انقضا داره، یعنی مثلا نوشته آقا مثلا 2 ماه فاصله داره، یعنی اگه تو 2 ماه من پروسه کاری ایربیت پر انجام ندادم میره از اول. فکر کنم 2 یا 3 ماه دقیقاً، بازم میگم اینا یادم نیست چون الان ایربیت نگه خیلی وقت گرفتمش، اما موقعی که قوانینش اومد الان دقیقاً یادم نیست. پس برای قدم سوء پیشینه رو میگیره، عدم سوء پیشینه رو میتونین از 2 طریق بگیرین، یا از ایران بگیرین و بعد حالا مراحلش رو برین مهراش رو بزنین سفارت اینا، ولیش چون من ایران نگرفتم نمیدونم. راه دوم اینه که از سفارت بگیرین، من از سفارت گرفتمش. اینطوری که تو سفارت میرین اگه بار اولتونه یه مبلغ پولی پرداخت میکنین، مدارکتون رو قبلش بارگذاری البته کردین، بعدش میرین پول پرداخت میکنین، بعدش میرین درخواست رو میدن، طرف مثلا میتونین که آقا بین 1 ماه دیگه برگردین، بعد شما میرین برمیگردین و وقتی 1 ماه دیگه رفتین برگشتین میرین ورقه رو از سفارت میگیرین. ورقه رو که از سفارت گرفتین یه ورقه است که مثلا اومده بالاش تاریخ انقضا نوشته، این خیلی مهمه، خیلی معتبره، ممکنه واسه همین چیز کنن براتون گردن. واسه همین وقتی اونو درخواست بدین و از سفارت بگیرینش که باقی کارتون قشنگ تیک خورده انجام شده باشه که خدای نکره اونجا وقتتون تلف نشه بعد باید برگردین و دوباره این پروسه رو انجام بدین. همه مداری که بهتون گفتن رو جمع میکنین میذارین توی پوشه، توی پوشه میذارین تمام مدارکو و میرین اداره همون روکاسوفسکا دست، اداره حالا مهاجرتی کنجا قرار داره، بهشون میگین، میگین آقا من میخوام مثلا چیز کنم ریپو بگیرم، خودشون بهتون میگن حالا دقیقا به چه صورتیه. خلاصه این از این.
حالا اصلا این چیز به درد بخوری هست یا نه؟ من بهتون توصیه میکنم اگر شما میخواین تو روسیه زندگی کنین، داشتن همچین ورقه ای عملا ضرری آسیبی به شما نمیرسونه، یعنی بلکه سودم داشته باشه. واسه این چیزی که واسه خودم صلاح دونستم و مثلا به شما میتونم پیشنهاد کنم، من این ورقه رو گرفتم و ازش میگم تاثیر خاص دو روند زندگی نداره، چیزی رو تغییر نداده، ولی خب چیز بدی هم نیست. بعد اگه قصد موندن تو روسیه رو دارین، بله پیشنهاد میکنم اینو بگیرین، چون که خب مثلا ازدواج کردن میشه به اقامت رسید از طریق پاسپورت گرفت، از طریق حالا سرمایه گذاری میشه رسید، ولی اینا یه پروسه هایی که یه مقداری من به شخصی بهشون علاقه ندارم، چون سرمایه گذاری مبلغ کلان میخواد، با چند تا روسو بذاری سر کار، خلاصه ذره پروسش پیچیده تره، به درد من به شخص نمیخوره، باقی چیزا هم همینطور. احساس میکنم که این مورد خیلی بیشتر به دردتون میخوره، خیلی آسون تره. واسه این بهتون پیشنهاد میکنم که اروپه رو بگیرین، ضرر نداره. مثلا این اواخر بچه خیلیشون که پروتکل خورده بودن، کسایی که اروپه رو داشتن این مسئله اصلا شاملشون نمیشد. پس یک نکته خوب از اینجاست. بعد دیگه خیلی از بچه ها رو دیدم مدام یادشون میرفت خودشون رو، دانشگاه بهشون خبر نمیداد، اونا خبر نداشتن، اخراج میشدن یا کلی مشکل یا پروتکل میخورن به خاطر اینکه مثلا ویزاشون سر اومده بود یا مثلا اونا نتونستن تمدیدش کنن یا رفته بودن ایران نمیتونستن برگردن روسیه به خاطر اینکه ویزا تمام کردن، نیاز به دعوتنامه داشتن. خلاصه این پروسه، واسه همین اگه دارین این ویدیو رو میبینین، مهم نیست ولگراد این یا کجای روسیه هستین یا اصلا ایران هستین، هر جایی که هستین دارین این ویدیو رو میبینین، اینو بدونین گرفتن اروپا ضرری نداره، بلکه سود هم داره. شما بعدی که درس تمام میکنی مثلا یه فرصت محدود دارین که بعدش از روسیه برین یا حالا اقامتتون عوض کنین یا هر چیز دیگه، وقتی اروپا داشته باشین یه وقتی شما دارین که مثلا توی روسیه بمونین. واسه این پیشنهاد من به شما اینه که دارین ویدیو رو میبینین، پیشنهاد من اینه که خب اروپا ضرری نداره، خیلی به مراتب بهتر از ویزاه، برای همین میتونی اقدام کنین واسش. این نظر من. اطلاعاتی که داشتم خب یه ذره راجبشون خوندم، مطالعه کردم، از وکیل پرسیدم و تجربه های شخصی خودم بود موقعی که این اقدام کردم واسه گرفتن اربپا، همه رو یه ترکیب کردم، سعی کردم یه زبون ساده و خلاصه به شما بگم. برای همین اگه جایی من چجور جا انداختم یا شاید شما که الان میخواین این کار رو پیگیری کنین قوانین تغییر کرده، چون بازم میگم قوانین رو قدیم که وضع کردن گفتم میشه اروپا گرفت، من بلافاصله واسه اروپا اقدام کردم. واسه اینکه شما میخواین الان اقدام کنین، اگه قوانین جدید شده چیزی شده، حتما واسه من تو قسمت کامنت بنویسین که هم من استفاده کنم، هم باقی دوستان که میخوان بیان ببینن استفاده کنن. به هر حال قوانین مدام به روز میشه، هر سال داره به روز میشه، واسه هم این کار خیلی خوبه، مثبت، عالیه. سوالی چیز دیگه داریم بپرسین حتما از من. اگه راجع به گرفتن ویدناژیتلستا سوالی دارین از من، بازم بپرسین، ولی من وید ندارم، واسه همین باید برم راجعش تحقیق کنم، از وکیل بپرسم، ولی میتونم این کارو انجام بدم، برام مقدوره. پس اگه این ویدیو خیلی به دردتون خورد، بعد میخواین راجع به حالا وید بدونین، وید ناجی ترس فای اقامت دائم، اونم واسه من کامنت بنویسین. چرا من مدام میگم کامنت؟ به خاطر اینکه اولش اگه کامنت خوب باشه روک بگم، به نفع خودم میشه، زر ویدیوم بیشتر نش داده میشه. دوم اینکه خب به خیلی از سوالاتی که شما میپرسین من دقت کردم، سوالای پرتکرار خوبی هستن، واسه همین شما کامنت میذارین بقیه استفاده میکنن و این خیلی خوبه، خیلی خوبه. فکر میکنم موضوع اگه دیگه سوالی نداشته باشین اینجا موضوع تمام بشه، این مبحثم به پایان رسوندیم. باز اگه چیزی بود واسه من کامنت بنویسین، حتما کامنت باشه که من جواب میدم، یه بار جواب بدم که بقیه عزیزانم ببینن، که مدام نیاز نباشه واسه چند نفر توضیح بدم. خب ویدیو از طولانی تر نمی کنم، خیلی ممنون که تماشا کردین این ویدیو رو تا اینجا و موفق باشید.